کشورهای اروپایی، به خصوص کشورهای اروپای غربی، از محبوبیت بسیاری در بین گردشگران برخوردارند. اما امروز ما می‌خوایم سراغ کشوری بریم با شهرهای تاریخی، طبیعتی زیبا و چشم نواز و غذاهای لذیذ و متنوع که از چشم بسیاری از گردشگران به دور مونده. کشوری که شهرها و قلعه‌های افسانه‌ایش صحنه بسیاری از فیلم‌ها بوده و حتی شنیدن اسم این شهرها نیز دلهره آوره. اینجا رومانیه، کشوری در جنوب شرقی اروپا و یکی از زیباترین کشورهای بالکان. این کشور از شمال با اوکراین، از شمال شرقی با مولداوی، از جنوب با بلغارستان، از جنوب غربی با صربستان و از غرب با مجارستان همسایه است. این کشور حوزه دریای سیاه 238,000 کیلومتر مربع مساحت داره که اگر مقایسه کنیم تقریبا یک هفتم ایرانه. پرچم این کشور از سه رنگ قرمز، زرد و آبی تشکیل میشه که شباهت زیادی به پرچم‌های کشورهای مولداوی و آندورا داره. حتی جالبه که پرچم این کشور با پرچم کشور چاد در آفریقا یکیه و هیچ تفاوتی نداره. در رومانی نزدیک به 20 میلیون نفر زندگی میکنن. 90% از جمعیت کشور رو رومانیایی‌ها تشکیل میدن. مجارها با 6% و کولی‌ها با 3% دیگر اقلیت‌های این کشور هستند. زبان رسمی این کشور رومانیاییه. این زبان همچون زبان‌های ایتالیایی، اسپانیایی و فرانسوی ریشه لاتین داره که توسط امپراتوری روم به این سرزمین آورده شده و تنها زبانیه با وجود اینکه به محاصره زبان اسلاو در اومد تونست خودش رو حفظ کنه. رومانی یک کشور سکولاره و مذهب رسمی نداره، اما حدود 87% مردم مسیحی ارتودکس هستند. در واقع رومانی یکی از مذهبی ترین کشورهای اروپا است. بنابراین تعجبی نداره که در گوشه و کنار این کشور تعداد زیادی کلیسا و صومعه وجود داره و قدمت اونها به چند صد سال میرسه. پایتخت رومانی شهر بخارسته. بخارست یعنی پایتخت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی رومانی که با 1.8 میلیون نفر جمعیت یکی از بزرگترین شهرهای اروپا است. بخارست جزء شهرهاییه که در اون میتونید هم شاهد ساختمونهای قدیمی و چند صد ساله باشید و هم ساختمونهای مدرن و باشکوه. اکثر شهرهای قدیمی دنیا یک منطقه تاریخی دارن، جایی که شهر از اونجا شروع به رشد و گسترش کرده. شهر قدیم بخارست قدیمی ترین سکونتگاه شهره و قدمت بناهای موجود در اون به قرن 15 و 16 برمیگرده. رستوران ها، کافه ها و تئاتر ها در کنار مسیرهای سنگفرش شده زیبا تنها گوشه ای از جذابیت های این منطقه تاریخیه. این شهر شبهای پر جنب و جوشی هم داره. مکان ها پر از جمعیت هستند و در خیلی از جاها دختران زیبا با رقص هاشون سعی در جذب مشتری دارند. مردم رومانی بسیار خوش برخورد بوده و به راحتی با غریبه ها ارتباط برقرار می کنند. درسته که زبانشون رومانیاییه، اما اگر زبان انگلیسی بلد باشید حداقل در شهرهای بزرگ و مکانهای توریستی مشکلی نخواهید داشت. همچنین برای زینت شهر در مکانهای زیادی از فواره های آب استفاده کردند. بیشتر ساختمون هایی که در اواخر قرن 18 و قرن 19 در این منطقه ساخته شدند توسط معماران فرانسوی طراحی شده بودند. شاید به همین دلیله که به بخارست پاریس کوچک گفته میشه. همچنین جالبه بدونید که نسخه دومی از شانزلیزه و طاق نصرت پاریس در شهر بخارست رومانی قرار گرفته. این بنا در سال 1936 و به مناسبت سالگرد تأسیس این کشور و حضور رومانی در جنگ جهانی دوم ساخته شده. در جریان جنگ جهانی دوم، رومانی به عنوان متحد آلمان علیه شوروی وارد جنگ شد و تونست تا جنوب اوکراین پیشروی کنه. اما در نبرد استالینگراد شکست خورد. به دنبال اون در سال 1944 ارتش سرخ وارد رومانی شد و اشغال رومانی تا سال 1958 ادامه یافت. در این مدت شوروی با مداخله در امور رومانی موفق شد زمینه‌های شکل‌گیری و تسلط دولت کمونیستی را فراهم کنه. در سال 1989 نیکولای چاوشسکو دیکتاتور کمونیست کشور در پی شورش مردم سرنگون شد و با کنار رفتن پرده آهنین رومانی مسیر خودش رو به سوی دموکراسی و اقتصاد بازار آزاد آغاز کرد. امروز جمهوری رومانی سیستمی چند حزبی داره و در این کشور قدرت بین رئیس جمهور و نخست وزیر تقسیم شده.
رومانی در سال 2004 به عضویت در ناتو در اومد و در سال 2007 به اتحادیه اروپا پیوست. درسته که این کشور جزوی از اتحادیه اروپا است، اما در کنار یورو از واحد پولی خودش به نام لی نیز استفاده میکنه. اقتصاد کشور رومانی عمدتا متکی بر صنعت کشاورزی و دامداری، نساجی و خدماته و بیشتر شرکت‌های محلی این کشور در زمینه استخراج نفت، گاز، طلا و منابع طبیعی فعالیت دارند. حقوق پایه در این کشور در حدود 670 دلاره. برای داشتن یک زندگی مناسب در این کشور چیزی در حدود 1000 دلار در ماه نیازه. اما همین حقوق پایه نیز مشمول مالیات میشه. یعنی کسانی که در کارهای ساده مشغول به کار هستند در همین بازه درآمد دارند. که این مسئله رومانی رو به یک کشور با نیروی کار ارزون تبدیل کرده. به همین دلیل شرکت‌های بزرگ برای صادرات به اروپا کارخونه‌های خودشون رو به این کشور منتقل کردن. جوانان این کشور نیز از امتیاز عضویت در اتحادیه اروپا استفاده کرده و به کشورهایی با موقعیت اقتصادی بهتر مهاجرت می‌کنند. رومانی با نام تاریخی داچیا تا اوایل قرن 20 یک کشور نبوده و از 3 منطقه تشکیل می‌شده که در نهایت با متحد شدن اونها کشور رومانی متولد شده. منطقه اول، منطقه پست و سرسبز دانوب در جنوب و جنوب شرق کشوره که در واقع اینجا جلگه رودخانه دانوبه که پس از جلگه ولگا بزرگترین جلگه اروپاست. این منطقه شگفت‌انگیز و زیبا منزلگاه گونه‌های خاص گیاهی و جانوریه و بخارست پایتخت رومانی نیز در این منطقه قرار گرفته. منطقه دوم منطقه مولداویه که نزدیک کشور مولداوی قرار گرفته و فرهنگ و زبانش خیلی به این کشور شبیهه. منطقه سوم ترانسیلوانیا است که کوهستانیه و مرکز و غرب کشور رومانی رو شامل میشه. این منطقه زیباترین قسمت رومانیه و بیشتر شهرهاش توسط ساکسون‌ها یا همون آلمانی‌هایی که 800 سال پیش اینجا اومدن ساخته شده و همچنان فرم قرون وسطایی خودش رو حفظ کرده. تقریبا همه قلعه ها و قصر های معروف رومانی در این منطقه قرار گرفته. یکی از پربازدیدترین جاذبه های رومانی قلعه براون یا همون قلعه دراکولا است. دراکولا یک شخصیت واقعی و مهم در تاریخ کشور رومانی بوده که تاکنون فیلم ها و داستان های زیادی درباره زندگی این شخصیت ساخته شده. شهر براون در گذشته در مرز بین امپراتوری مجارستان و عثمانی قرار داشته. پدر دراکولا در قرن 15 میلادی عضوی از گارد شاهنشاهی مجارستان به نام گارد اژدها بوده. وقتی پدرش با پرچم اژدها وارد ترانسیلوانیا میشه، مردمی که تا به حال اژدها ندیده بودند، لقب دراکول به معنی شیطان رو به پدرش میدن. سالها بعد عثمانی‌ها این منطقه رو تصرف کرده و پدر دراکولا رو به عنوان حکمران ابقا میکنن. ولی دراکولا رو به عنوان گروگان به سرزمین عثمانی میبرند. پس از مرگ پدرش، عثمانی‌ها دراکولا رو به عنوان حکمران جدید جای پدرش منصوب میکنند. دراکولا خیلی زود از سلطه عثمانی خارج میشه. اولین لشکر 2000 نفری عثمانی‌ها که برای تنبیه دراکولا اعزام شد، شکست خورده و به دستور دراکولا همگی در طول جاده‌ای که از سرزمین عثمانی میومده به سیخ کشیده شدند. بعدها یک نویسنده ایرلندی کتابی می نویسه به اسم دراکولا که منشأ همه داستانها و فیلمهای ترسناکی میشه که ما از دراکولا دیدیم. در هر صورت هیچ کدوم از اسناد تاریخی خوناشان بودن دراکولا رو تایید نمی کنن. در ارتباط با دراکولا میتونیم به قلعه دیگری با نام قلعه کوروین اشاره کنیم که یکی از معروفترین و زیباترین قلعه های رومانیه و گفته میشه که دراکولا زمانی توی این قلعه زندانی بوده. البته جدای از قلعه، طبیعت اطراف اون هم زیبایی منحصر به فردی دارن. بهترین زمان سفر به رومانی فصل بهاره. هوا خیلی خوبه و هنوز فصل توریستی شروع نشده. اوایل پاییز هم زمان خوبی برای سفر به رومانیه. تابستون‌های رومانی هوا زیادی گرم میشه و چون فصل پرگردشگریه، همه جا پر از توریسته و به نظرم فقط برای شنا در سواحل دریای سیاه مناسبه. به طور کلی بیشتر گردشگران برای بازدید از معماری‌های زیبا و بی‌نقص و همچنین به دلیل کم بودن مخارج سفر وارد این کشور میشن. رومانی یعنی شهرهای رنگارنگ و یکی از یکی زیباتر. این کشور پر از رنگ‌های شاده و
و شهر سیگیشوارا هم که سلامت همشونه، با این همه رنگ و خونه های زیبا شبیه یک کتاب قصه است. این شهر قرون وسطایی به خاطر جذابیت های معماری و ارزش های تاریخی به عنوان میراث جهانی یونسکو برگزیده شده. همچنین این شهر زادگاه شخصیت دراکولا نیز هست. برای بازدید از این مناطق دیدنی بهترین وسیله حمل و نقل در رومانی قطاره که همه جا رو به هم متصل کرده. البته بیشتر قطارها قدیمی و کندرو هستند. شبکه ریلی 22000 کیلومتری رومانی 15مین شبکه بزرگ ریلی در دنیاست. این در حالیه که رومانی از نظر وسعت در رتبه 81 جهان قرار داره. شهرهای تاریخی و دیدنی رومانی اکثرشون مرکز قدیمی کوچیکی دارن که پیاده روی بهترین راه دیدنشونه. برای مسافت‌های دورتر هم اتوبوس و تراموا در همه شهرهای رومانی هست. در بین شهرهای رومانی تنها شهر بخارست مترو داره. در کنار مناطق دیدنی، غذاهای این کشور نیز یکی از جاذبه‌های مهم گردشگری اونه، چون با ذائقه بسیاری از گردشگران همخونی داره و از خوردن اون لذت می‌برند. البته بسیاری از غذاهای سنتی این کشور در سایر کشورهای منطقه بالکان هم پیدا میشه. به طور خلاصه اگر فرصت سفر به رومانی رو دارید از دستش ندید. رومانی زیباترین کشور منطقه بالکانه که ارزش دیدن رو داره. لایک ویدیو و عضویت در کانال رو فراموش نکنید. خدا نگهدار.